رهبری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید که توزیع سیمکارت ها بین 97 تا 98 درصد قانونی شده است. به گفته سرپرست این وزارت پس از روی کار آمدن امارت اسلامی نرخ مصرف اینترنت 40 تا 60 درصد کاهش یافته و در بخش مکالمه نیز در حدود 30 درصد کاهش به وجود آمده است. په دعوی سره ویلی شو چې اوس په افغانستان کې د سیمکارتونو توزیع هغه تقریبا 99% قانون او اصولو ته برابره شوې ده او کاملا تقریبا کنترول ده. سرپرست این وزارت می افزاید که آنان در یک سال گذشته میلیون ها دلار عواید جمع آوری کردند و در حال حاضر هم 23 میلیون سیمکارت در کشور فعال است. در یک سال گذشته 39 شرکت خدمات پستی که به گونه غیرقانونی در کابل فعالیت می کرد نیز مسدود شده است. از فعالیت سایت های غیر اخلاقی جلوگیری کرده و برخی سایت ها هم اصلاح شده است. در اسلامی امارت در فتح نفس و در دری کلونو که زمان په دوو کلونو کې زمونږ عاید 33% سیوا شوی. د 10% په بخش کې چې ملت زیات متوجه دی او ډیر زیات د دې کله کله یو اندېښنه هم ولري، په هغې کې زمونږ په دوو کالو کې چې موږ وګورو د 1498 او 1499 دوو کلونو نسبت د 1400 کال سره او د 1401 کال سره واخلو، 40% زیادت راغلی. برخ دیگر از مسئولان این وزارت میگویند در سال روان این وزارت توانسته برای تعرفه های شرکت های مخابراتی سقف تعیین کنند که بنابر این سقف در نرخ مکالمات داخلی از 2.58 به 1.58 افغانی کاهش به وجود آمده است و نرخ مکالمات خارجی نیز تا 2 افغانی فی دقیقه کاهش یافته است. او د هر شبکه د پیرودونکو ترمنځ د غږیزو اړیکو حد اکثر قیمت فی دقیقه په 1.15 افغانۍ وټاکل شوه، چې د اسلامي امارت له راتګ څخه مخکې د مخابراتي شرکتونو حد اکثر قیمتونه د دقیقې پر سر له 2.15 څخه نیولې تر 3.15 افغانۍ پورې وضع کېدې. با گفته مسئولان به منظور بهتر شدن کیفیت خدمات اینترنتی در کشور 641 سایت از 2G به 3G تغییر داده شده است و برای نخستین بار دستگاه های سیار جهت معلوم کردن کیفیت خدمات مخابراتی در کشور فعال شده است.